پاراشای نفته، پاراشای بالاق، پاراشای بالاق با این شروع میشه که پادشاه بالاق میخواد از قدرت اسرائیل میترسه و نمیدونه چیکار بکنه و میفهمه که قدرت ملت اسرائیل در دهانشون است. دهانشون که تفرم میخونن. در نتیجه میدونه که هیچ گونه لشکر و هیچ گونه توپ و تفنگی اینجا کار نمیکنه. تنها وسیله کار میکنه این که با قدرت کلام بریم against با این ملت مبارزه کنیم. میره بیلام رو خبر میکنه که بیلام اون نفرینی که میکرده واقعی میشه. میره قدش بارخو در طی روز یه برنامه داره که دنیا رو جاش میکنه و وقتی یه دنیا رو جاش میکنه مثل به شریران اسرائیل که شریرانی که واقعا طبق نظام دنیا عمل نمیکنن و فرامین هشم گوش نمیکنن و پر از فساد و کثافتکاری هستن، این باعث انگیر هشتر میشه، باعث میشه که در حقاش بارخو اونجوری که باید اینا پاسخ بده با نفرین خواهد بود. در اون لحظه که دنیا بر این ملاک هست، بیلام میتونسته اینو تشخیص بده و نفرین بکنه. اون موقع نفرین واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی که واقعا دشمن ملت اسرائیل میخواد بیاد با ملت اسرائیل جنگ بکنه، تنها وسیله و اسلحه‌ای که میتونه پیدا بکنه اینه که از قدرت هشم استفاده بکنه. خیلی جالب که متوجه باشیم که واقعا دشمن ملت اسرائیل تنها راهی که پیدا میکنه برای اسرائیل مبارزه بکنه استفاده میکنه از قدرت هشم. و هشم میفرماید در تمام این مدت ها هشم اون برنامه خودش رو تغییر میکنه، دنیا رو جاش نمیکنه که اون موقع عصبانیت وجود نداشته باشه صدر برسه. این پاراشای به ما نشون میده قدرت ملت اسرائیل و قدرت لاب حق دوش با خوب ملت اسرائیل. یکی از ذخیراتی که ما هر روز دیگه از چیزی که ما هر روز باید سلیک بکنیم 10 تا نکته سلیک کنیم که همین بالا و بیلام چه مشغله داد چیکار کردن و هشم چوری بهشون پاسخ داد. بالاخره هاشم به بیلام میگه نرو نفری نکن، ولی بیلام میره، در صورت میره راه خودش رو پیدا میکنه که بره به دلش آدم رو چه مورخین و تو آدم چیزی که بخواد انجام بده جاستیفای بگه تصدیم کنه انجام بده. هشم برش ملاخ مفرسه اولی دست ملاخ هشم و درخ ملاخ هشم یود کباکه. آیا ملاخ الوکیم دینه یا رحمیمه؟ یود کباکه نشانگر رحمیمه. راشی فرمان ملاخ رحمیم بوده. ملاخ رحمیم چی کار میکنه؟ اینجا بیلام داره که نگه هشم میره، زد هشم داره میره. راشی میفرماید این ملاخ ملاخ رحمیم بود، ملاخ یود کباکه. و اومد که رتسه لیمنو میرفت و میخواد باعث بده که بیلام خطا نکنه، شو یه خطه بیابه چون نمیخواد ما بیلام خطا بکنه و نابود بشه. هر کدوش بار رو یه ملاخ میفرسته که بیلام رو نجات بده. چرا؟ چون که دنیا بیلام رو احتیاج داره. هم آدوی که مشرف بین ناوی برای ملت اسرائیل رو رهبری بکنه، دایت بکنه، ماشیخ برسونه. گوییم ها ملت های دنیا میدهش به ناوی دارن، احتیاج به بیلام دارن. این ناوی مثل بیلام که بیلام هم معرف اونها باشه. البته هر لیدری، هر رهبری انعکاس قوم بیشتر از قوم نیست، انعکاس مشرفین انعکاس ملت اسرائیل بوده. وقتی ملت اسرائیل همچین صفتهای نیکی دارن، صفتهای خوبی دارن، انعکاسشون هم مشرفین. ولی وقتی که ملت فاسد باشن، فساد درشون وجود داشته باشه، انعکاسشون بیلام. بیلام ولی اینجا ملاخ میخواد بیاد و بیلام رو نجات بده. چرا؟ چون ما بیلام احتیاج داریم. بیلام باید ملت دنیا رو رهبری بکنه، هدایت بکنه، تعلیم بهشون بده که ما شیخ بیاریم. ما احتیاج داریم، میخواد نجاتش بده. حالا چیکار میکنه؟ خرگوش رفا بیاد و بیم که شمشیرش تو دستش باشه. فرمانیت چرا این ملاخ بیاد با شمشیر؟ اگه ملاخ رحمی چرا با شمشیر بیاد؟ باشه این فهم به خاطر این داره به بیلام یک رمز میده. میگه بیلام تو چیکار کردی؟ تو گوییم هستی، تو اومدی اون اسلحه حرفه‌ای خودتون که شمشیر باشه رو رها کردی و اسلحه ملت اسرائیل رو گرفتی که دهانشون باشه. تو اسلحه خودتون رها کردی، اسلحه ملت اسرائیل گرفتی، من هم اسلحه ملت اسرائیل رو رها میکنم، اسلحه تو رو میگیرم در دست، شمشیر خلقو بهش را بیارم. خیلی مستق به نظر برسی مثل این ملاخ از کمان اومده با بیلام با همدیه مثل دوتا بچگانه بازی میکنم. تو اصلا بازی من رو برداشتی، من اصلا بازی تو برمیدارم، تو مال من برداشت میدارم. واقعا عمق مطلب چی اینجا چی دارن گفته میشه؟ بیلام
مرجع نفرین. چطور بید آن مرجع نفرین میشه؟ با طبعه. از دار به ما میفرمایند در اتبار خوب برای ملت اسرائیل مشنفونه انتخاب کرد و بیان برای کلیما. بیان این مزلت بزرگی داره. بیان عظمت بزرگی داره. مقام بزرگی داره. ولی یک پرابلم با بیان وجود داره. یک مشکل وجود داره. بیان یک نابی گوهیم باید گوهیم ها شمشیر باید داشته باشه. باید جنگ های احکاد شما رو خوب انجام بده. باید قدرت منفی رو مغلوب بکنه، نابود بکنه، از بین ببره. ولی متاسفانه بیلعام اون جا به خودش، اون وظیفه خودش رو دوست نداره. میخواد جای مشربین رو بگیره. میخواد مسند مشربین رو داشته باشه. این حسادت برزه مشربین. وقتی که انسان اون مزایایی که اقا جان خوب اشتاده، اون مسند آلو رو واقعی کشتن بهش داده دوست نداره و میخواد یه چیز دیگری باشه که نیست، این بزرگترین نفرین زندگی. وقتی گل یاس از خواب بیدار میشه یه صبح، گل یاس خیلی گل زیباییه، خیلی بوی خوب داره، خودش لذت آوره، مردم لذت میبرن، everything so good. این بزرگترین برکت حقادش بارخوز که آفرینش هشمه. ولی اگر این گل یاس یه صبح از خواب بیدار شه و بگه من میخوام بوی گل رس رو بدم، من از بوی گل یاس خوشم نمیاد، از قیافه یاس خوشم نمیاد، من میخوام مثل گل رس باشم، این بزرگترین نفرین برای خودش و بزرگترین نفرین برای تمام دنیا میشه. دیگه اون خدمتی که بتونه بکنه نمیکنه، دیگه مفید و سودمند نیست. این با حسادت تمام دنیا رو به هم میزنه. درنچه این ملاخ رحمیم استاده و میگه بیرام به وجود خودت افتخار کن، به وظیفه خودت افتخار کن. من ملاخ حق رو بستم، رحم هستم. دست من چیه؟ شمشیره. اون چیزی که تو دوست نداری فهم میکنی خوب نیست. نه، اون درجه و عظمتی که هشم بداده، اون برکات الهی که هشم بداده، اون برکات رو کانت بکن، بشمار، لذت ببر. و تو اگر همچی کاری کنی نبوغ میشی، میشی یک لیدر بزرگی که دنیا رو نجات میدی. ولی حسادت باعث نابودی تو میشه، باعث نابودی ملت میشه، باعث نابودی همشه. در اینجا ملت این ملاخ رحمیم شمشیر رو دست میگیره که بیان بفهمونه که سورس نفرین از اینجا آن میخواد، که تو از خودت، از مزاج خودت، از میخواد خودت بشه نمیده. آدمی که از وصفه خودش این افعی نفر میفر رفت هم استردام یه ببین من نمیتونم باده تنشبه بکنم. یه چرا؟ ببین من مغز اون آدم عاقل رو ندارم، من پول اون ثروت رو ندارم و قلب اون آدم خوشقلب هم ندارم تنشبه باده تنشبه باده بکنم. اما من استردام بخنده بشه چون که اگر تو قلب اون داشتی، پول اون داشتی، خودت رو باده میکرده نه هرشی، چون تو خودت دوست داری در این امکانات خودتو ببینی. این افعی تو که عبادت ولی عبادت واقعی که میگه عبادت خودته. عبادت واقعی هشم اونه که هشم رو با اون مغزی که هشم بداده، با اون پولی که هشم بداده، با اون نیروی که هشم بداده، هشم عبادت کنه. این عبادت هشم. خیلی وقتا ما قطع میکنه در زندگی عبادت الهی رو با عبادت خودم. ای واقعا ما هشم رو دوست داریم، هشم رو خواهیم عبادت بکنیم، با همین قلب، با همین مغز، با همین پولی که هشم عبادت داده، این بزرگتر عبادت الهیه. این نکته ای که ملاخ رخمه میاد به بیرام یاد بده که توسط رو میتونه بزرگترین برکت دنیا باشه.